عدد حاضر شدی؟ آره عزیزم، من الان نیم ساعت حاضرم. خانوما با حاضر شدن کلا مشکل دارن، کل دنیا اینجوریه، من نمیدونم. عجب آدمیه. خب حالا که حاضر شدی اجازه بده منم یه سلام علیک بکنم و بعد بریم به کارمون برسیم. سلام و درود خدمت همه عزیزان، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز راست شو خواهی میخواستم برم و برگردم با اتون صحبت کنم. حالا که اتفاق افتاد بذارید که بهتون بگم میخوام چی کار کنم. دوستان همطور که اطلاع دارین توی ویدیوهای قبلی گفته بودم، یکی از ویدیوهای یادمه گفتم، ما یه گروه باران مهربانی داریم. حالا بوده بوده که هم نخواستم میزنم، یه باران مهربانی گروهش رو داریم که از زمانی که من یوگا میرفتم که خیلی دلم خواهد دوباره شروع کنم، اونجا با دوستامون، یعنی با دوستای یوگامون یه گروهی تشکیل دادیم که کم کم هم به اون اضافه شدن و خدا رو شکر یه گروه قابل توجهی هستیم. بعد این گروه ما کاری که انجام میدن، دوستانی که خیرات دارن برای امواتشون و میخوان که غذای گرم بیرون بدن و دوست دارن که این کار انجام بشه و در تواناییشون نیست، همچون خود من، خب اون خونه که بود خیلی کارا میکردم، یادمه هر هفته که واسه مادرم آش و حلوا میپختم، هم آش میپختم هم حلوا میپختم، پنجشنبه تا یک سال من این کارو میکردم. بعدها دیگه مثلا با فاصله شد، بعد آش میپختم، یه بشقابم حلوا میذاشتم روش، میبردم برای همسایه ها. بعد چند تا پنجشنبه که گذشت دیدم که اون ساعتی که من ساعت بعد از ظهر میبرم آش و حلوا رو بدم، میبینم که بچه‌ها دم درن، هر خونه‌ای بچه‌هاشون دم درن. یکی از مادرها برگشت گفتش که خانم حدادی، دیگه از اون موقع مادرتون فوت شده و شما این آش و حلوا رو هر هفته میپزین، بچه‌های ما این تغذیه که مدرسه ها میدادن و یا مثلا کسی براشون خوراکی میاره خیلی خوشحالن، آشت هم خیلی دوست دارن، حلوا تو خیلی دوست دارن، میان دم در وای میسن میگن که الان خانم حدادی برای اون آش و حلوا میاره. بعد دیگه خلاصه دیگه یک سال من این کار رو انجام میدادم. بعد دیگه خب به تب ناتوانی آدم بیشتر میشه، سخت کاری که میخوای بکنی اینا. بعد دیگه این باران مهربانی کمک بزرگی شد که دوستان هر کی خیرات داره و میخواد برای امواتش این کارو بکنه، یا نیت قلبیشه، نظری به حساب میاد که مثلا نمیخواد که توی یه موقعیت خاص که همه دارن یه کار رو انجام میدن، نمیخوان اون موقع باشه، میخوان یه موقعیت مداوم و کوتاه و متداوم باشه، بعد توانایش هم ندارن، میان این کارو میکنن و جمع جور میکنیم با هم. یه آشپزخونم داریم، حالا میبرم تو محیطش هم ببینید، یه محیط فوق العاده محقر و ضعیفیه، توی زمینیه کنار یه ساختمون قدیمی، بچه‌ها در توانشون اونطور که باید و شاید نشده، ولی اونطور که میشده در توانشون باشه این کارو زحمتشو کشیدن. یه آقای آشپزی داریم خیلی محبت دارن که این یه تیک زمین در اختیار گذاشتن و بچه‌ها هر جوری بود جمع جورش کردن و خلاصه آمادهش کردیم برای اینکه غذای گرم بپزیم و بدیم بیرون. برای بیرونم به در و همسایه نه، کار اصلشون بیرون خواب ها هستن، کسایی هستن که واقعا حتی شرایط پخت غذا هم ندارن. ما یه وقتی هست پکای آماده میکنیم که مثلا مواد غذایی خام باشه، مثل ماکارونی، رب، حبوبات، برنج، نمیدونم روغن، ما احتیاج اینطوری هم پکای بسته‌بندی میکنیم برای خانواده های بی سرپرست یا بد سرپرست. از همه بدتر بد سرپرست هست، چون بی سرپرست معمولا اطرافیاشون هستن، یه اتفاقی افتاده سرپرست ندارن، همه فامیل این کارو میکنن، ولی بد سرپرست ها متاسفانه هم هستن هم نیستن، این دردناکه، به خاطر همین اونا برای ما ارجحیت دارن. بعد دیگه ما میایم این کارو میکنیم دیگه، میگم شرایطی رو که ندارن غذا پخته بشه برای بیرون خواب ها، زبون بسا خیلی جاشون مکانشون بده، میگم حالا اگر بشه که من براتون فیلم میگیرم، اگرم نشه که دعای خیرتون بدرقه راه ما باشه، فقط همینو میخوام
که انشالله بتونیم که تو شرایط بهتر در خدمت این عزیزان باشیم. پس همراه من باشید. امروز قراره برم خرید کنم. قراره لوبیا پلو بپزیم. بعد خریدارو بکنم بدم به آشپزخونه. کارهای مثلا لوبیا باید پاک شو فلان. این هفته قرارمون اینه. بعد این کارو باید انجام بشه. بعد واسه فردا که میخوایم پخت آماده بشه میام و برای پخت همراه من باشین. سلام، خسته نباشین، صبحتون بخیر باشه. دست شما درد نکنه. کیلو چند؟ کیلو چند؟ شست. دست شما خب باید یه 10 کیلو دیگه من جای دیگه بگم. من یه خود گردنم مشکل دارم. کم کم داره این قشنگه. این بازارچه روزان چیز بازار روزه در واقع که فقط صبح تا ظهر هست، بعد میریم دوباره اون بازارچه. خب اینم از 9 کیلو نیم اینجا گرفتم، 10 کیلو دیگه هم باید برم بگیرم. این کیلو چنده؟ چجوریه؟ لوبیا مثل هم باشه. خب آخه لبو حتی لبو گل کلم، وای خدا، وای خدا، چه گل کلم هایی، چه تورو بایی. آخ آخ دلم را کرفسه تازه گل کلم عالیم داریم. گل کلم نمیبرم الان، فرصت ندارم، میبرم پنیری میبرم، برای تبریز میبرم. آره به خدا حجت کدو رو کی میگه. این هوا هوای بارونی و سردی بود که گذروندیم، الان حسابی آفتاب شده. اومدیم بازار خریدمونی کردیم، لوبیا سبز میخواستم 20 کیلو، از دو نفر گرفتم چون محلی ها لوبیا هاشون کمه، باید که هر به اصطلاح از هر یه مغازه‌ای یه مقدار بخریم. دیگه خریدیم، دیگه بریم فروشگاه بقیه خریدا رو بکنیم. آقا داد گفتم که بره ماشین پارکینگ بیاره، اینجا خیلی راحت میتونیم بذاریم چه چیزی ببریم، چون فقط خریدمون این بود. برم نگاه میکنم ببینم که پشت سرمو میبینید. بعد اینجا رو ببینید، اینطوری بازار داریم، ادامه پلم این بره. آره این شکلیه. حالا من منتظرم که آقا داد بیاد ماشین بیاره. خلاصه که این بازار روز ما خیلی حال و هوای خوبی داره. صبح که میای خانوما تمام محصولاتشونو از خونه چیدن آوردن، بعد سینی سینی کردن، تا زورم میفروشن و میرن خونه هاشون. بعد دیگه میمونه اون بازاری که همیشه توش رد میشه، اون دیگه تا آخر شب بازه، ولی اینجا تا ظهره. حالا داشته باشیم که بریم بازار محلیمون رو تماشا کنیم. آخه اینا تخم مرغ یا تخم قازه؟ تخم اردکه. آه تخم اردکه میگم، مرغه عزیز، مرغه، مرغه. این چه فامزه؟ چند تا میخوایی میگم؟ دونه چند اینا؟ دونه هشت. دونه هشت آمه تازه است؟ تازه 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 عزیزم، من به قول تازه گیرم. دست درد نکن. چند تا میخوایی شما؟ ده تا بهم بده. قول تازه گیرم عزیزم. انار دونای دون شده و فلفلای چرخ شده و کدو تنبل و لوبیا چیتی تازه و فلفلا و دست شما درد نکنه مادر، مرسی.
اینجا میخوای بریم گوشت بگیریم؟ خوش بریم، منم میام باید بریم شخ کردم اینجا بگیریم و بریم. اینجا گوشت آمده، کبابی ماهیچه و گردن و همه چی دارم. نه دیگه میخواد بره چرخ کرده باشه. آره اومده مغازه آقای حسنپور، اینجا یه دوست پیدا کردم، ایشون منو شناختن و خلاصه اومدیم خرید کنیم برای نظرم. عزیز جون گفتین ربا چنده؟ چیز چند کیلویه؟ 5 کیلویه. خب یه دونه این 5 کیلویا بهم بده، بعد روغن هم از اون بزرگا بدیم بی زحمت. خب دوستان اینجا هم میادگاه عشق دیگه ماست که میایم اینجا و کاری که باید بشه رو اینجا انجام میدم. مکان برگزاری کمپین سه‌شنبه مهربانی تهیه غذای گرم برای بیرون خواب ها، تأسیسم سال 98 آقای خورسندی. قربونتون هم زنده باشید عزیزم. اینجا هم آشپزخونه ایه که غذاهای نظریمون اینجا میپزیم. حالا ایشالا اگر شد که فرصت بشه بیام برای چیز فیلم بگیرم برای پخت و پز. مرسی عزیزم، ممنون. دست شما هم درد نکنه، زحمت میکشین. قربونتون برم، مرسی. بله میدونم، به خدا میدونم، من هر چی که نظر میکنم اینجا خلاصه چیز دارم. دست شما درد نکنه، سلامت باشین. ممنون عزیزم، لطف میکنی، قربونتون برم، زنده باشی، سلامت باشین، قبول حق باشی، فدات بشم برای همه عزیزم. دستتون درد نکنه، قربونتون برم. اینجا هم سالونیه که به اصطلاح برای کسایی که میان اینجا هم کمکامو آره میکنن باشون. آره هم حتی خودکشی میرن برمیگردن، حتی طلاق میرن برمیگردن. اتاق مشکل گشاییه. آره واقعا اتاق مشکل گشای. آره اینجا هم چیز داریم، جلساتمون رو داریم، جلسات انجام میشه توی به اصطلاح روزهای مختلف تو شهرهای مختلف، برای خانواده های مستمند و افرادی که اعتیاد دارن، برای اعتیادشون، خلاصه برای خانواده هاشون داریم این کارو میکنیم. گفتم که شما هم در جریان باشیم، انشالله که دعای شما هم برای افراد واقعا معتاد و مریض خدا ایشالله همه رو شفا. آره خیلی بد میشه دیگه بابا، من پشتری بود هست، گفتیم آقا برو تو فرمانده نرمال است، من آرژی دارم، من آرژی دارم. میگه اومد مامان با هر ستا برش من مدرم حسینی بخونی اومده مدرسه که من بریم بزرگواری کردیم. دست شما درد نکنی، ریس خود بسیار خواهد. خسته نباشین، سلامت باشید، دست شما درد نکنه. وای به به چی شد آجی، امروز ما قضا بهشتی لطف فرمودید شما. خیلی قربونتون برم، دست شما درد نکنه، خدا بهتون عمر طولانی بده، سلامت باشین، بزرگترین خیرین ما و ما رو یاری بکنید. قربونتون برم، در خدمتون هستی. به 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 چی شد، دست شما درد نکنه، موادشون خیلی زیاده. آره خیلی عالی شد، مرسی، برسه به روح همه اموات، اموات شما هم برسه، خدا بهتون سلامتی بده. سلامت زودی زود آخ آخ مرسی مرسی. آماده بشیم، خوب.
تفکیر تیتو خانم تفکیر ها سکین اینجا تفکیر ها رو بدن دست شما در کنید سلامت باشید خورباره الحمدلله بره نید ولی اینم سوکی خانو ماست میخواسته ولی این بند خدا ترشی ها ندم ترشی نمیخورم ولی ماست میخورم بفرمایید قربون شما سلام اینا اینا الان اینو همه دید آقا جنون تعلیقاتون خیلی معروفه یه دونه عکسشو به من داد آره عکساتو داریم تا حالا نمیداد بهمون اینا بردارم امروز خیلی آره نه امروز خیلی سرخ شده نه زود خوش بینی بذاریم آتونیزی سریع باید بگیم سریع بگیم من تا دیگه نگاه با آقای پیروزی سریع باشه بی سریع باشه بودو 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 راست در نگاه تمام تمام از یاد بسته نگاه اوه 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 دستشون درد بکن میرسیدن به قسمت هیجان انگیزش عدویش آلی باش عطری بکن خب حالا بین از ظرفایی که برای افراد عیالوار قابلمه کردیم اینم غذایی که بیرون بره و میره برای بیرون اگر بشه میشه 170 نه نمیشه نه یه خوشا بیرسه که خواب بیارین شما میرید نه کرونا هست بعد میرید توی کارتون خوابا یعنی اصلا ما کارتون خوابا دیگه اشکال نداشت آخه میگفتم ما نمیخونیم چون خدا قوت بده انشالله که همیشه سربلند باشید بله دست دستی رو که دست رو میگیره خدا حتما حواسش بهش هست خسته نباشید
دیگه داره جفت جفت بسته بندی میشه که برسه به دستشون. از بدن میرن برای نهار. آقای پیروزی میگه سه شنبه ها که میشه همه شون منتظرم که برای شون غذا رو برم. خدا حفظش کنه. دو منطقه چالوس و نوشه. خب غذا رو داریم میبریم برای پخش. با آقای پیروزی همراه شدیم. منتها قرارداد گفتش که ماستم بگیریم، ماستم ببریم براشون که با غذا بخوریم. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، خواهش میکنم. آره ما گفتیم که غذا خشک نباشه چون خورشتی نبوده با ماست بخورن. یه سفارش دادیم اینجا و ماسترم بگیریم و بریم. دانا کسی شلوار پیرن لباس کاپشن هر چی داد بگید برای اینا بیاریم. باشه هم سعی کنم. آره این دوستمون آره وزیر پولا رو باید بره بگرده این تکیه یه خانمان رو پیدا کنه. همدیگر خبردار میکنم. دست درد نکنه مولی. آخ چقدر سخت. آره انباره چرا آبجی خوبی بردم بردم دسته نمیشه دوست داشتم عرض بیان. آره اومد بباره کجا بودی؟ بزرخ میکره خوبی دارم. آره برای پتو لباسیه. فضلش خوبه گردوار کندی؟ این فصل دنیای گرد دست آبجی درد نکنه. اما شما خیلی خیلی زحمت کش خدا حفظش کنم. قضا چند نفره؟ تو این باشه شیش. آخه اینجا چادر زدن چند تا هستن میخوابن. چی کم داری؟ چی کم داری؟ من برای لباس گرد با پتو هم میارم. بالش هم پتو هم میارم. همه چی برات میارم لباس پتو. دست درد نکنه که نگهداریشون میکنی. آره حالا غذا خوش میدم ببر بهش بده. دست درد نکنه. سلام. این آبجی چلن دو تا آبجی دیگه هم آواز دیگه دست دیگه برای این یکی آبجی هم دعا کن. آره غذا ها کن. خب عزیزان رسیدیم به پایان ویدیو. امیدوارم که شما هم از دیدن ویدیو لذت برده باشین. هرچند که لحظات ناراحت کننده خیلی داشت. من خودم خیلی ناراحت شدم چون اصلا طاقت دیدن ندارم. خیلی سختمه. یعنی از اون اول گریه میکنم تا آخر. به خاطر همین زیاد نمیتونم توی این اجتماع باشم.
ولی انسان خیلی زحمت میکشن. هر سه شنبه، سه شنبه های مهربانی غذای گرم برای بیرون خوابا داریم و غیر از اونم که کارهای مداوا و واکسن و ترکشون، حمایت از خانواده هاشون، بچه هاشون که مدرسه میرن و اون همه خانواده دارن و شرایط خیلی سختی رو میگذرونن. برای همین چند تا هم که شناسایی میشن به واسطه گروه ما و حمایت میشن خیلی خیلی خوبه. برای مدارس وقتی باز میشه برای بچه ها پکای چیز تهیه میکنیم، چی میگن، لوازم تحریر و کیف و کفش و اینا. خلاصه اینجور فعالیت ها که در واقع روح آدم رو آرامش میده و تغذیه روحمونه. اینم از بچه های یوگای ما و دیگر دوستان که تو این زمینه فعالیت داشتن و من دلم خواست یه بار رو باشون برم که برای شما فیلم بگیرم که اینجا خیلی سخت‌تر از تهرانه. تهران خب جمعیت بیشتره، مثلا برای مامانی من سالگرد گرفتم اگه یادتون باشه بیرون خوابا رو خیلی راحت توی خیابون تونستیم یک عالمم بودن پیداشون کنیم. اینجا هم زیادن ولی سخت میشه پیداشون کرد، مسافت ها منظورم اینه که زیاده. بعد دیگه تا نیمه راه که من رفتم دیگه راستش بخواهیم دیگه خیلی هم خسته بودم، از صبحش رو پا بودم، بعد دیگه باید برمیگشتم و خیلی کار داشتم دیگه، عذرخواهی کردم و نیمه راه دیگه دوستان زحمت کشیدن که بقیه غذا رو هم بردن رسوندن و به بقیه کارا هم رسیدن. ما اینکه یه ذره کوچیک تو این دریای مهربونی هستیم جای شکر داره و خدا رو شکر میکنم که برها ما هم هستیم و از دوستان تشکر میکنیم بابت اینکه زحمت ما رو هم به دوش میکشن. ممنون که تا پایان این ویدیو بودید و همراهی کردید. منم براتون دعا میکنم که زندگیتون پر از اتفاقای خوب باشه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.